تلاش برای ساختن صفحه لمسی نامرئی، فعال شدن سیستم ترانسپورت هایپرلوپ در چند سال آینده و سایر گزارش‌های دیگر در کاروان، ویژه برنامه تکنولوژی از صدای آمریکا. سلام، زه داود صدیقی او تاسو کاروان یاد امریکا غږ د ټکنالوژۍ ځانګړی خپرونه ګورئ. په هوا کې د معلقو نه معلومیدونکو تڼیو کې کګل ښایي ناشنا ښکاره شي، خو دغه ډول محاسبه چې فضایي محاسبه ګڼل کیږي له موټرو، ګیمونو او لمسي ښیښو یا تشکرینونو سره د تعامل کولو نوې طریقه ده چې د ټکنالوژۍ له ودې سره رامنځته شوې او کیدای شي په نږدې راتلونکي کې عمومیت پیدا کړي. په دې اړه دا ریپورت وګورئ. تصور وکړئ چې تاسو د یوې نلیدونکې ښیښې په لمس کولو سره کولی شئ چې خپل موټر چالانه کړئ، خپل داش روښانه کړئ او خپل نوم ولیکئ. د الټرالیپ په نامه یو مختلط انګلیسي او امریکایي شرکت د الټراساوند له موجونو څخه په کار اخیستو په هوا کې د لمس د احساس رامنځته کولو لپاره کار اخلي. یوه کمره د لاس حرکات تعقیبوي. تاسو سړک ته د کتلو پر مهال تڼۍ احساسوئ او هغه کیکاږئ. د الټرالیپ شرکت له موزیمونو، د موټرو د جوړولو له شرکتونو او نورو صنایعو سره کار کوي چې په هوا کې نه معلومیدونکي سکرینونه یا ښیښې جوړې کړي او د اضافي واقعیت ټکنالوژۍ په عینکو سره خلکو ته د ډیرو معلوماتو د تجربه کولو فرصت ورکړي. د کورونا ویروس له پیل راهیسې الټرالیپ پله ټکنالوژي په رستورانونو او پلورنځیو کې په لمسي ښیښو بدله کړې ده. داسې لمسي ښیښې چې ځینې خلک له دې وروسته نه غواړي لاس پرې ووهي. خلک اوس له کوره بهر په ډیرو شیانو باندې د لاس وهلو په برخه کې احتیاط کوي، ځکه دوی نه پوهیږي چې په دغو شیانو له دوی مخکې چا لاس وهلی. له دغې ټکنالوژۍ سره آشنا کیدل ښایي لږ وخت ونیسي. په یو موټر کې د موسیقۍ، د تودوخې د درجې او یا نقشې د کنټرولولو لپاره د دوه ډوله اشارو زده کړه پکار ده. یوه دا ډول اشاره ده چې د انتخاب لپاره کارول کیږي او بله یوه دا ډول اشاره ده داسې چې تاسو خپل لاس خوشی کوئ. چلوونکی له اشارې داسې ټکان احساسولی شي ته به وایي چې په کوم شي لاس وهي. تاسو د لمس په هرې برخه کې کوچني ټکانونه حس کولی شئ. دا له ماشینونو سره له فزیکي تماس پرته په هوا کې د تعامل نوې لار ده. در ماه جون سال گذشته شرکت باستن داینامکس امریکایی ربات چهارپا و سگمانند را به بازار عرضه کرد که قادر به انجام کارهای مختلف در محیط‌های متفاوت است. قیمت این ربات از 74500 دلار امریکایی آغاز می شود و سال گذشته تا به حال قابلیت‌های آن افزایش یافته است. در رابطه توجه کنین به این گزارش. شرکت باستن داینامکس در آغاز ماه فوریه شماری از تولیدات جدید خود به شمول نوع جدید ربات سگمانند سپات را معرفی کرد. نسل جدید سپات با یک چارجر به بازار عرضه شده و قابلیت چارج شدن خودکار را دارا می باشد. این ربات می تواند شب و روز به طور دوامدار کار کند و در صورت پایین آمدن سطح چارج بطری به طور خودکار به سوی چارجر رفته و پس از تکمیل شدن چارج بطری دوباره شروع به کار کند. مایکل پیری مسئول بخش انکشاف تجارتی شرکت باستن داینامکس میگوید که ساختار بازو شکل از قبل انکشاف داده شده بود و بسیاری از مشتریان علاقه داشتند که این ربات مجهز با این بازو به بازار عرضه شود. لحظه ای که سپات بتواند جهان را حس کند و بر اساس آنچه را حس می کند با آن تعامل کند، این حالت طیف جدیدی از فرصت‌های استفاده از این ربات را مساعد می‌سازد. همچنان بازوی سپات حرکت منظم دارد و کارهای ظریف را در مقایسه با دست انسان با دقت بیشتر انجام می‌دهد. سپات حتی طوری که از سوی فرد کنترل کننده اداره شود و یا به صورت نیمه خودکار می‌تواند اشیا را بردارد، انتقال دهد، جابجا کند و به سوی خود بکشد. به گفته شرکت باستن داینامکس در یک محیط صنعتی می‌تواند جریان مایع را در نل‌ها کم و زیاد کند، دستگیرها را بکشد، دکمه‌ها را دور دهد و با هماهنگی بدنه خود دروازه‌های عادی را باز و بسته کند.
بازوی اسپات در یک ویدیوی متعجب کننده آزمایش شد که در پهلوی ربات‌های دیگر شرکت باستن داینامیکس با موسیقی یک آهنگ مشهور انگلیسی رقص می‌کند. این ویدیو پس از نشر آن در 29 ماه دسامبر در شبکه یوتیوب 29 میلیون بار دیده شده است. در حالی که تکنولوژی ربات‌ها قبل از همه‌گیری جهانی ویروس کرونا در حال رشد بود، اما تغییرات غیرمنظم در محیط کار و زندگی روزمره ما در خانه روند استفاده از ربات‌ها را در کارهای مختلف افزایش می‌دهد. تغییر زیاد احتمالاً در بخش یافتن راه‌های حل به مشکلات با استفاده از نرم‌افزارها به میان آید. یافته های یک نظرسنجی جدید که توسط نهاد مکنزی انجام شده و در آن 800 مدیر اجرایی شرکت های مختلف سهم داشتند نشان می دهد که 70% شرکت ها استفاده از سیستم های خودکار و هوش مصنوعی را افزایش دادند. ناگهان جاهایی که امکان استفاده از تکنولوژی موجود دارد مانند نجات دادن یک فرد از یک محیط خطرناک در یک سال گذشته بسیار گسترش یافته است. تکنولوژی و ربات ها چگونه می توانند ما را کمک کنند تا در محیط های پیچیده هوشمندانه کار کنیم؟ فکر می کنم پس از همگیری این تأثیر طولانی مدت خواهد بود. آقای پیری معتقد است که با گذشت زمان برداشت عمومی از ربات های مانند اسپات تغییر خواهد کرد و به اینها به عنوان ابزار عادی برای ایجاد سهولت در زندگی مردم دیده خواهد شد. در حال حاضر ربات‌ها هم منبع آرزو و هم نگرانی مردم در رابطه با تکنولوژی هستند. در 5 سال آینده وقت اسپات غذا را از رستوران گرفته به خانه مشتری انتقال دهد، مردم نخواهند گفت این ربات ترسناک است. مردم خواهند گفت چرا غذایم را زودتر نیاوردی؟ ما آرزو داریم که این روز خیلی زود فرا رسد. شرکت باستن داینامیکس میگوید که ربات چهارپای آنها قادر است در جاهای مختلف به طور خودکار محیط را ارزیابی و داده ها را جمع‌آوری کند و در حال حاضر 400 ربات اسپات در جاهای مختلف جهان فعالیت دارد. د اردن د سین په لویدیځ غاړه او د غزې په ترنګ کې د ټکنالوژي په لسګونو کوچني شرکتونه د ودې په حال کې دي. دغه شرکتونه ځینې د نړیوالو لوی شرکتونو څنګ دي او ځینې نور فلسطینی شرکتونه دي. په دې سیمه کې د ټکنالوژي پرمختګ د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ همکاري ته نوي امکانات برابروي. په دې اړه دا ریپورت وګورئ. د اردن د سین په لویدیځ غاړه او غزه کې د فلسطینیانو د پرمختللو ټکنالوژي او شرکتونه د ظهور په حال کې دی او د 2000 هغو فلسطینیانو لزده کړو ګټه اخلي چې هر کال د پرمختللو ټکنالوژي په برخه کې له پوهنتونونو فارغيږي. په فلسطین کې د دندو لپاره ډیر شمیر کاندیدان موجود دي. دوی غواړي چې کار پیدا کړي او خپل راتلونکی بدل کړي. دوی ته د دې فرصت د برابرولو لپاره د اکسوس اکاډمۍ غواړي چې په راتلونکو 3 تر 5 کلونو پورې د سافټویر جوړولو په برخه کې 6000 کسانو ته روزنه ورکړي. بسمه علي د جی گیټوی په نامه د غزې په ترنګ کې د یو شرکت مشهده چې د 55 کارکونکو نیمایي برخه خزې دي. هغه په دې باور ده چې د پرمختللي ټکنالوژي صنعت کولی شي په غزه کې د میشتو فلسطینیانو د بیکاری او په بهرنیو مرستو د اتکا کچه راټیټه کړي. د یادونو وړ ده چې په غزه کې د بیکاری کچه اوس مهال 15% ده. په فلسطین او په تیره بیا په غزه کې ډیرو محدودیتونو او د غزې معاصرې ته په کتو سره د معلوماتي ټکنالوژۍ خدمتونه او ډیجیټل نړۍ یوازې هغه حل لارې دي چې موږ د انټرنیټ له لارې خلکو ته برابرولی شو. موږ د انټرنیټ خدماتو ته لاسرسی په غزه کې د میشتو تلیفوني شبکو له لارې تامینولی شو. ځینې نړیوال او اسرائیلي شرکتونه د فلسطین د پرمختللې ټکنالوژۍ د سکتور له ودې سره اقتصادي مرستې کوي. د امریکا کانګرس په دې وروستیو کې د اسرائیلو او فلسطینیانو د ګډو اقتصادي پروژو لپاره 250 میلیون ډالر منظور کړل. هیله کیږي چې اقتصادي همکاري به د اسرائیلو او فلسطینیانو ترمنځ ګډ سوله ایز ژوند او مالی ګټو ته زمینه په تیره بیا په داسې یو حالت کې برابره کړي چې اسرائیلو له عربي متحدو اماراتو او بحرین سره د سولې معاملې کړې دي. اسرائیل په منځنی ختیځ کې د عربي متحده اماراتو، سعودي، بحرین او نورو هیوادونو په شان بازارونو ته په زیاتې علاقې سره ګوري.
په همدې خاطر یې د تړونونو تړلو ته مخه کړې چې په سوداګرۍ باندې ښه اثر درلودای شي. په دې توګه به اسرایلي شرکتونه له عرب او فلسطیني سوداګرو او متشبثینو سره همکارۍ ته تشویق شي. د کووید 19 وبا د نړۍ په سطحه له لرې واټن څخه د کارونو د کولو په څرنګوالي کې ژور بدلون رامنځته کړی او په نړیواله کچه د ډیجیټلي اړیکو د قوي کولو اړتیا رامنځته کړې. د پرمختللې ټکنالوژۍ په کارونې متکي فلسطیني سوداګرې هیلمند چې دغه نوې واقعیت به دوی ته د دې فرصت ورکړي چې په منځني ختیځ او نورې نړۍ کې پراخ مارکیټ ته لاسرسی پیدا کړي. تکنولوژی با سرعت در حرکت است و هر روز پدیده نو می آفریند. گسترش استفاده از درون ها، موترهای هوشمند، اپلیکیشن های جدید، هوش مصنوعی ربات ها، از همه مهمتر پیشرفت تکنولوژی در افغانستان. با آخرین رویدادها در جهان تکنولوژی، اگر می خواهید با تازه ترین انکشافات جهان فناوری همگام باشید، برنامه کاروان را تماشا کنید. و حال مروری داریم بر خبرهای از جهان تکنولوژی و معلومات جالبی که در رسانه‌های اجتماعی در رابطه با تکنولوژی به نشر رسیده است. در این بخش همکارم ژیلا نوری ما را از خانه خودم راهی می‌کند. سلام ژیلا جان. دوجا سلام خدمت شما، خدمت بیننده برنامه کاروان. یفته باز هم برخی رویدادها و معلومات تکنولوژی در گزارش آماده کردیم که با توجه بیننده رسانه و در بخش رسانه‌های اجتماعی با گزارش‌های بیشتر با شما خواهم بود. در میان گزارش‌های جالب تکنولوژی در این هفته، شرکت گوگل پایگاه نشر خبرهای خود را در استرالیا معرفی نمود. حالا گوگل می‌تواند در بدل پرداخت پول به آژانس‌های خبری و روزنامه‌های استرالیایی اخبار آنان را به نشر برساند. اخیراً کشور استرالیا قانونی را معرفی کرد که طبق آن باید گوگل برای نشر اخبار مربوط به آن کشور از طریق وبسایت گوگل پول بپردازد. شرکت گوگل در ملاقات‌های خصوصی با مقامات آن کشور تلاش دارد تا این مسئله را حل کند و در گذشته گفته بود که این قانون جنبه عملی نخواهد داشت و شرکت گوگل را مجبور خواهد کرد که از استرالیا خارج شود. قابل تذکر است که طبق قانون جدید در کنار گوگل شرکت فیسبوک نیز باید برای نشر محتویات خبری کشور استرالیا با آژانس‌ها و روزنامه‌های خبری محلی باید پول بپردازد. در گزارش دیگر در مورد موترهای خودکار یا اتومات، نوع موتر اتومات یا خودکار که از طرف دانشگاه آکسفورد دیزاین شده است در مرکز تصفیه نفت شرکت بی پی در شمال غرب کشور آلمان امتحان شد. موتر خودکار در اطراف ساحه بزرگ تصفیه نفت رفت آمد کرد و در راه‌های تنگ و جایی که خطر ریل می‌گذرد نیز امتحان شد. موتر اتومات در تاریکی شب و روز و همینطور در وضعیت جوی متفاوت هوا نیز امتحان شده است. شرکت نفت بی پی می گوید موتر اتومات می تواند امنیت ساحه تصفیه نفت را بهتر ساخته و می تواند از رفت آمدهای غیر معمول، مشکلات لوازم تکنیکی کاری و تهدیدات امنیتی نظارت کند. بی پی معتقد است که تکنولوژی موترهای خودکار مصون و کم مصرف بوده و به محیط زیست صدمه نمی رساند. شرکت بی پی برای ساختن این موترها حدود 13 میلیون دلار پرداخته است. در گزارش دیگر از شرق میانه، شرکت کریم که خدمات تاکسی اوبر را در شرق میانه به عهده دارد، با دلیل وضعیت بحران ویروس کرونا تحت تاثیر قرار گرفته است. اما انتظار می رود کاربار این شرکت تا آخر امسال با وضعیت قبل از شیوع ویروس برگردد. رئیس شرکت کریم در شرق میانه در مورد وضعیت خدمات تاکسی کریم در عربستان سعودی هشدار داد. کشور کویت محدودیت‌های تازه را اضافه نموده و در مصر و لبنان وضعیت ویروس بدتر شده است. به همین دلیل شرکت کریم ادعا می‌کند که تقاضا برای خدمات تاکسی آنها در این کشورها کمتر شده است. شرکت اوبر خدمات تاکسی کریم را به ارزش 3.1 میلیارد دلار در سال 2019 خریداری کرد که در 100 شهر مختلف عمدتاً در شرق میانه فعالیت دارد. در گزارش دیگر در مورد مسابقات المپیک زمستانی سال 2022، چین در شهر بیجینگ تکنولوژی ویژه آمادگی برای میزبانی مسابقات المپیک زمستانی سال 2022 را معرفی کرد. گزینه تکنولوژی پیشرفته برای ورزشکاران فرصت آن را می‌دهد تا برای مسابقات سال 2022 آمادگی بگیرند. انستیتوت تکنولوژی بیجینگ تسهیلات را برای ورزشکاران در بخش‌های مختلف ساخته است. وسایل لابراتوری عکس‌ها و حرکات ورزشکاران را در مسابقات مانند سرعت و توانایی‌های جسمی آنها را تحلیل می‌کند.
گروه تحقیق برای بهبود استفاده از وسایل خاص برای نظارت از مسابقات از سال 2018 به این سو کار میکنند. آنها نوع سنسر تریدی ساختند که در قسمت تمرینات ورزشی های برف کار میکند و معلومات را جمع آوری میکند. برخی از ورزشکاران موقع مسابقات مانند اسکی و تمرینات ویژه سنسر میپوشند و مربی آنها را میتواند از حرکات و وضعیت جسمی آنان آگاه بسازد. در یفتر در صفحات اجتماعی بحث های کاربرا در مورد نسخه های جدید سیستم عامل مک و اندروید برای جلوگیری از هک شدن از عملات سایبری و غیره بحث شده است. اندروید مشابه اپل برخی از گزینه های امنیتی اینترنتی را در تلفن های اندروید خود اضافه کرده که کاربرا از او استقبال کردند. اما در میان سایر گزارش ها گزینه ملاقات های آنلاین زوم که در زمان ویروس همگیر بیشتر بین مردم معروف شده با نواره جدید مانند سناپ‌چت و اینستاگرام و سایر اپلیکیشن های اجتماعی گزینه تصاویر احساسی را اضافه کرده تا افراد بیشتر موقع مکالماتشان از او استفاده کنند و مکالماتشان جالب شد. شرکت معروف اسپیس ایکس که مربوط ایلان ماسک است که اکثرا تولیدات خاص برای فضا می سازد برای کاربرای اینترنت گزینه اینترنت استارلینک سریع اضافه کرده است. افراد اکنون میتونن که از این خدمات اینترنتی به خصوص در نقاط دوردست که کمتر سیگنال میرسه استفاده کنند. ایلان ماسک میخواد که دسترسی کاربرا را به گزینه اینترنت توسط ماهوارهای مصوم و استارلینک انتقال بده و او را میسر بسازد. قیمت عضویت ماهانه بسته اینترنتی $100 و با لوازم مخصوص از او حدود $400 است که کاربر به اینترنت سریع فضایی دسترسی پیدا میکند. با دلیل وضعیت ویروس کرونا هم از خانه کار میکنن و یک شرکت مبتکر تکنولوژی نو میز سیار برای لپتاپ ساخته که با گزینه‌های جالب ساخته شده. این میز سیار چندین پلاگ مخصوص USB، چارجر و برای کارت و غیره داره و سبک بوده و بدون سیم تلفن را چارج میکنه. دیزاین 3D از او برای کاربر کمک میکنه که لپتاپ هر قسمی که میخواهد در منزل، در سفر یا در هر جایی باشه استفاده کنه و احساس خستگی نکنه. قیمت آن حدود $100 است و قرار در ماه اپریل به بازار عرضه شود. یک شرکت مبتکر دیگه تکنولوژی نوع بوتل هوشمند به نام اهرون ساخته که در هر جایی که باشین هر نوع آب از هر جایی که باشه اون رو در ظرف یک دقیقه تصفیه میکنه. این بوتل آب با تکنولوژی UV یا با مرای شعاع بنفش دیزاین شده که 100% آب میتونه تصفیه کنه. این بوتل سبک است و مانند یک بوتل عادی انتقال از او ساده است و همچنان به طرفداری از محیط زیست ساخته شده تا از زباله های بوتل های پلاستیکی جلوگیری شود. قیمت آن حدود $13 آمریکایی است و قرار است در ماه می به بازار عرضه شود. یکی از اپلیکیشن های جدید که در تلفن های اندروید این هفته اضافه شده و بیشتر علاقه‌مند داره اپلیکیشن دسترسی سریع یا شارتکت است که برخی مواقع شما اگر دنبال یکی از اپلیکیشن ها در تلفن خود میگردین میتونین که او را به شکل دسترسی سریع یا شارتکت در صفحه خود تلفن داشته باشین. این اپلیکیشن در مغازه گوگل مجانی است. و در یفته یکی از چینل های یوتیوب به نام زولوتک به شما انتخاب کردیم که حدود 900 هزار کاربر داره و در این چینل در قالب ویدیوی کوتاه معلومات مشهره و جالب در مورد برخی از نواری های تکنولوژی همینطور تلفن های جدید، لپتاپ، تبلت و برخی وسایل دیگر هم به طور مقایسوی به شما معرفی میکنه و معلومات اضافیش هم زمینه خواهد بود. اگر علاقه‌مند هستین که برخی از تولیدات تکنولوژی را خودتون برین معلومات چه به دست بیارین میتونین به این چینل هم رجوع کنین. اسم چینل یادداشت کنین زولو تک. این بود مرور کوتاه به برخی از رویدادها و معلومات جالب تکنولوژی که در صفحات مختلف منتشر شده بود و به توجه رساندم. ادامه برنامه را با گزارش های بیشتر باز هم از جهان تکنولوژی با همکارم داوود صدیقی دنبال نمایید. د جنرال موتورز امریکایی شرکت په دې وروستیو کې اعلان وکړ چې په 2015 درشم کال کې به له غټو پیکاپ موټرو پرته نور ټول برقي موټر جوړوي. د موټرو جوړولو لوی شرکتونه په تدریج سره د برقي موټرو تولید زیاتوي ځکه دغه موټر چاپیریال نه ککړوي او ډیر شمیر هیوادونه یې جوړول هڅوي. نورحال ریپورت کې
دا د جنرال موټورز شرکت لپاره یو لوی هدف دی چې په راتلونکو څوارلسو کلونو کې له لویو پیک اپ موټرو پرته نور ټول برقي موټر جوړ کړي او په 2030 کال کې د کاربن تولید صفر ته ټیټ کړي. Our vision for the future is a world where the lapara zaman lid lore da da che hech takar unishi hech lugay tawlit nishi aw hech gana guna nay po fosili swan mawad o itika kamawal aw de carbon dioxide de gas de khparido bandawal che de zamaki de garmido lamil garzi de general motors sharkat 2018 kal de december pa miyasht ke de lugin tawlidawun ko motoro de jodawulo market ta de khpal chevy volt hybrid yani tel suzawun ki aw barqi mukhtalaf motor pa jodawulo sara dakhil shu خو د جیم شرکت په 2019 کال کې د لوګي تولیدونکو موټرو لپاره د سختو معیارونو د وضع کېدو په وړاندې د بخوانی ولسمشر ټرمپ له حکومت سره ودرید. دغه معیارونه د کالیفورنیا د ایالت لخوا وضع شوي وو او 12 نورو ایالتونو هم تعقیب کړل. د سوداګرۍ د چارو پروفیسور او د جیم د شرکت یو پخوانی غړی وایي د امریکا د نوي حکومت پر راتګ سره دغه حالت مخ په بدلیدو دی. زه فکر کوم د جنرال موتورز شرکت اوس غواړي چې خپله پالیسی او لیدلوری د بایدن د ادارې له لیدلوري سره همغږی کړي. که څه هم د موټرو صنعت د برقي موټرو د تولید لور ته په قرار درومي، د تسلا شرکت برقي موټر وښودله چې برقي موټر کیدای شي مشتریانو ته په زړه پورې وي، خو کارپوهان وایي چې برقي موټر اوس هم په امریکا کې دومره لوی بازار نه لري. Our EV market is only زموږ د برقي موټرو بازار اوس یوازې 2% دی. په نورې نړۍ او اروپا کې دغه بازار د تیر کال په آخري روم کې 10% وو. د چین د برقي موټرو بازار له 50% زیات دی. په ناروې کې چې د برقي موټرو سرلارې هیواد بلل کیږي، دغه بازار له 50% لوړ دی. خو امریکایان بیا د تیلو سوزونکي لوی جیپ ډوله او پیک اپ موټر خوښوي چې د موټرو جوړولو شرکتونه پکې ډیره ګټه کوي. تیر کال په امریکا کې د ټولو پلورل شویو موټرو او 70% جیپ ډوله او پیک اپ موټر وو. په دې توګه کچېرې یو شرکت وغواړي چې برقي موټر وپلوري، نو ورته پکار ده چې دغه ډول برقي موټر جوړ کړي. خو دغه کار اسان نه دی. کچېری جیپ ډاوله او پیک اپ موټر برقی شي، جوړونکو شرکتونه لږ ګټه ترلاسه کوي. خو بیا هم د جیم شرکت غواړي چې د روان کال په ورستیو کې یو لوی برقی همر پیک اپ موټر جوړ کړي او د روان لسیزې په پای کې خرڅلاو زیات کړي. همدارنګه د برقی موټرو بیټرۍ هم ګران دي. خدا ستام کېږي چې د بیټریو بیا به په چټکۍ سره راټیټه شي. همدارنګه لکه څنګه چې د تسلا شرکت په اعلانونو کې وینو، د برقی موټرو چارج ساتل او واټن نور هم زیاتېږي. اوس مهال د چارجولو سټیشنونه محدود دي. په تیره بیا د لری واټن سفرونو لپاره د جی ډی پاور شرکت په وروستۍ سروې کې معلومه شو چې د برقي موټرو مالکین له دغه ستونزې اندېښنه لري. د دې احتمال شته چې حکومت د چرګو هواګوي او ستونزې له حل سره مرسته وکړي. زما منظور دا دی چې خلک به تر هغه وخته برقي موټر وانخلي چې د چارج سټیشنونه یې نه وي، خو خلک نه غواړي تر هغه وخته د چارج سټیشنونو په جوړولو پانګونه وکړي چې برقي موټر زیات نه وي. د حکومت مالی تشویق د مشتریانو زیاته تقاضا پر مختلف ټکنالوژي پر مختلف سړکونه او ټیټه بیه دا هغه برخه دي چې تحقق کولی شي برقي موټرو ته په بازار کې د پلور ښه فرصتونه برابر کړي. د ورجن هایپر لوپ شرکت په دې ورستیو کې د راتلونکي هایپر لوپ د چټک ترانسپورتي سیستم د جوړولو لپاره خپلې طرحې پرده پورته کړه. د ترهې په دې نوې خبرې شوې ویډیو کې دروازې ته رسیدو نیولې په کابینو کې تر کېناستلو پورې کتونکي قدم په قدم د هایپر لوپ په سیستم کې په سفر بیول کیږي. نور تفصیل په ریپورت کې. د ورجن هایپر لوپ شرکت چې د هایپر لوپ په نامه د چټک سرعت کابینونو له مجموعي جوړ دی او ترانسپورتي سیستم په جوړولو کې له نورو شرکتونو سره سیالي کوي، هڅه کوي داسې یو سیستم جوړ کړي چې چاپیریال ته د نورو ترانسپورتي سیستمونو په پرتله ګټور وي. د دغه شرکت په یو نوي انیمیشن کې د مسافر یو تمځای او د هایپر لوپ د وسایطو داخلي برخې ښودل کیږي. د ورجن هایپر لوپ د ویبپاڼې د معلوماتو له مخې د هایپر لوپ سفر د برقي محرکه قوې او الکترومقناطیسي قوت په کارولو او د هایپر لوپ په ټیوب کې خلا ته د ورته شرایطو په رامنځته کولو سره ترسره کیږي. د دغه شرکت چارواکي وایي د سفر کولو دغه طریقه نه یوازې د ځمکني ترانسپورت په پرتله چټکه ده، بلکې پاکه او دوامداره هم ده. د ورجن هایپر لوپ د شرکت یو چارواکی سارا لوچین وای د هایپر لوپ د ډیزاین د داخلي برخو په خودلو سره دوی غواړي چې په راتلونکي کې دغه ترانسپورتي سیستم په اکله د خلکو ترمنځ خوشبيني زیاته کړي. What my hope is that after seeing زه هیله منم چې دغه ویډیو له لیدو وروسته او په یو کابین کې لسپریدو وروسته چې خای خلک وکول شي په څورات کې کلونه کې دغه کار وکړي، د راتلونکي په اکله د خوشبيني احساس وکړي.
اغلی لوچین وای د کابینونو داخلي برخه داسې ډیزاین شوی چې مسافر پکې د حسین احساس وکړي. همدارنګه طبيعي رڼا به د لمر د حرکت تقلید کوي او غږی سیستم په دې خاطر پکې ډیزاین شوی چې مسافر په یو کړکی نه درلودونکو محیط کې د آرامتیا احساس وکړي. To bury the tech. موږ هڅه کړې ده چې د ټکنالوژۍ برخه ډېره په اصل او طبیعي شیانو سره پټه کړو، ځکه چې ټکنالوژي د سفر په زمینه مساعده کوي او خپله د سفر د تمرکز نقطه ده. که څه هم د دغه سیستم د جوړولو نظریه تر اوسه د ازموینې په مرحله کې ده، خو دغه شرکت هڅه کوي چې د جوړولو د ځای لپاره اجازه ترلاسه کړي، د اړتیا وړ شیانو تولید چټک کړي او د هایپرلوپ په سیستم کې د سفر د محفوظیت لپاره ازموینې ترسره کړي. کوم شرکتونه چې دغه سیستمونو په نظر باندې کار کوي، د خالی ټیوبونو او دغه سیستم د سفر د نورو اړتیا وړ تاسیساتو د جوړولو لپاره د حکومتونو مرسته ته اړتیا لري. که څه هم دغه سیستم په وړاندې خنډونه موجود دي، خو اغلی لوچین په دې عقیده ده چې خلک به په څو راتلونکو لسیزو کې نه، بلکې څو راتلونکو کلونو کې په دغه سیستم کې سفر وکړي. د ملګرو ملتونو د انکشافي پروګرام لخوا او د جاپان په مرسته درې زیرک ماشینونه د کینیا حکومت ته وسپارل شول. دغه ماشینونه د ساري ناروغیو ضد روباتونه نومول شوي او داسې تنظیم شوي چې د کرونا ویروس د وبا په لړ کې د ځینو نورو فعالیتونو تر څنګ د روغتیایي کارکوونکو ځینې کارونه هم ترسره کړي. په دې اړه دا رپورټ وګورئ. دغه کوچنی روبوټ ته هغه درې روبوټونو څخه دی چې له کووډ 19 د مبارزې په خاطر کینیا ته استول شوی دی. دغه درې روبوټونه چې شجاع، جسیری او تومانی نومول شوی، جوړول د جاپان حکومت تمویل کړي او د ساري ناروغیو ضد روبوټونه نومول شوی دی. داسې جوړ شوی چې د کورونا ویروس له نړیوالو وبا سره په مبارزې کې د صحي کارکوونکو ځینې کارونه هم ترسره کړي. دغه روبوټونه کولای شي په یوه دقیقه کې د 200 کسان د بدن د تودوخې درجه معلومه کړي، لوی ساحه چې په ویروس ککړ شوی وي یا د ویروس د موجودیت شک وي پکې پاک کړي، او همدارنګه خلکو ته د ماسک د اغوستلو او لاس پاکول د مایع د کارونې سپارښتنه وکړي. This is a smart anti-epidemic robot. دا د ساري ناروغیو ضد زیرک روبوټ دی چې اوس ورڅخه د کووید 19 د خپرېدو د کچې د کمولو لپاره کار اخیستل کیږي. د بدن حیاتي علایم او د ناروغۍ علایم معلومولی شي او په یو دقیقه کې د 200 کسانو د بدن د تودوخې درجه کتلی شي. د هوایي ډګرونو په شان لویو سیمو کې به په پراخه توګه دوا پاشي کوي، معلومات به راغونډوي، تجزیه کوي او په سمدستي ډول به رپورټ ورکوي او د کورونا ویروس په هکله به پیغامونه خپروي. د غزیرک وسیله ل 2.5 تر 3.5 متر لري واټن څخه د شاوخوا 200 کسان د بدن د تودوخې درجه معلومول شي. دا سهلمندي موجوده ده چې د غروبټونه به د ویروس په وړاندې د دندې پر مهال د صحي کارکونکو ساتنه وکړي. د غروبټونه همدارنګه د دې وړتیا لري چې ل ناروغانو معلومات واخلي، تحلیل کړي او د چټکو څېړنو لپاره واستوي. د کینیا د عامه روغتیا وزیر وای د غروبټونه به په هوایی ډګرون کې د مسافرو د صحیح وضعیت د معلومولو چاره ګړندۍ کړي. اوس چې موږ دغه ټکنالوژي ځای پر ځای کوو، زه پوره ډاډ لرم چې کینیا ته راتلونکي مسافر او سیلانیان به په هوایی ډګرونو کې د روغتیایي وضعیت د معلومولو د لړۍ چټکتیا وستایي، ځکه دغه روبوټونه په یو دقیقه کې د 200 کسانو د بدن د تودوخې درجه کتلی شي. هغه زیاته کړه کوم څه چې موږ له کووډ 19 څخه زده کړل، هغه دا و چې ناروغي جغرافیایي سرحد نه پیژني. دا و د دې اونۍ کاروان. هیله ده د خپرونې ټول مطلبونه مو خوښ شوي وي. یادونه وړ ده چې د کاروان او د آشنا تلویزیون خبري خپرونې له طلوع نیوز او لمر تلویزیون څخه خپرېږي. د کاروان خپرونه هره جمعه د شپې پر 19 بجو له طلوع نیوز او په 11 بجو پر طلوع او لمر مه هیروي. هیله ده د تل په څېر له موږ سره اوسئ. تر بیا، الله مو مل شه.